سلام شاگرد عزیز، خوب هستین؟ صحت من؟ دیروز بخیر گذشت؟ بخیر گذشت. درس گذشتیدم کدام مشکل ندارین؟ نه، خیلی ندارین. کارخانگیتان آوردین؟ بله. آفرین. بسیار خوب. کدام درس بود درس گذشته ما؟ آفرین، حرف لام بود. وقتی تلفظش میکردم چی؟ له. له مثل؟ جنگل. مثل جنگل. له مثل؟ نیم. لب لبو. آفرین. دیگه؟ مثل منزل. خب تلفظ لام فهمیدین؟ لام چی گفتم میشه؟ له. میریم سر درس امروز ما. درس امروز ما عنوانش چی است؟ مسجد جامع، صفحه 97، درس 21. کتابایتان آماده کنین. عنوان درس ما مسجد جامع. کتابایتان آماده کنین. صفحه 97 باز کردین؟ بله. کدام حرف است؟ حرف عین. عین چند شکل داره؟ چهار شکل داره. عین نیمه که در اول میاد، عین باز در وسط کلمه میاد، و عینی که به تنهایی در آخر کلمه میاد، و عینی که در آخر کلمه همراه با چی حروف میاد. کتابتون رو باز کنین. در تصویر چی میبینین؟ در تصویر میبینین که چی است؟ مردم رفتن به خاطر ادای نماز در کجا؟ در مسجد. چه فایده داره در مسجد نماز بخونیم؟ مسجد نمی از اول یکدیگه خبردار میشیم. آه بسیار ثواب داره. ثواب داره، ما با خبر میشیم از اول یکدیگه. بله. خواندن نماز در مسجد بهتر از عزیز که در خانه بخونینه با جماعت. خب میایم حرفای عین ما را در کلمات و جملات استعمالش میکنیم. مثلا مثل رفی کدام عین آمده؟ عینی که داخل است با حروف چسبیده. اینی عین در این قسمت استعمال شده. رفی و سمی کدام عین آمده؟ آفرین، حرف عین پیوست با حروف. رفی و سمی در مسجد نماز را با جماعت میخوانند. دوباره میخوانیم. رفی و سمی در مسجد نماز را جماعت میخوانند. با هم بخوانیم. رفی و سمی در مسجد نماز را با جماعت میخوانند. سعی کنین وقتی دیدین میخوانند دو نون آمده، بخاطر همون میگیم میخوانند. حالا کلمه عین براتان که نوشته کردم، من اشاره آسمانی میکنم. اتون براتان نوشته میشم که دست من بر شما راست بیاد. از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت راست. اینی که در اول کلمه میاد ببینین. خوب دیدین؟ یک خط اتون مایل کج میاد بازتا، عین اول کلمه آمد. عین دوم براتان اشاره آسمانی میکنم. سعی کنه این همیشه در وسط کلمه میاد. دیدین؟ دوباره تکرار میکنم. این همیشه در کجا میاد؟ در وسط کلمه. عین پوره، یعنی عینی که همیشه به تنهایی در کجا میاد؟ در آخر میاد. اشاره آسمانی، خوب دقت کنین. عین صدای چی رو میتن؟ ای. دیگه میاییم عینی آخر. عینی آخر هم این همی صدا رو میتن، ولی همراه با حروف میباشه در آخر، مثل سمی. سعی کنین. دیدین؟ کدام مشکل ندارین؟ حالا میاییم اشاره زمینی بر شما میکنم. خب شاگردان اشاره آسمانی رو یاد گرفتن، حالا اشاره زمینی. خوب دقت کنین. عینی که در اول کلمه میاد دیدین؟ عین نیمه. حالا میاییم عین دوم، عینی که در وسط میبشه. دیدین؟ یک خط صاف میاد باز اتا. اینه
دیدین؟ حالا میاییم عینی که به تنهایی در قسمت آخر کلمه میاد. دیدین؟ یاد گرفتین؟ حالا عین آخری که همراه با حرفا یک جا نوشته میشم. شما هم انجام بتین؟ خب میاییم در کلمه. وقتی که در کلمه رفیع عین آمده، عین بعد از کدام حرف آمده؟ بعد از حرف یا آمده. چند حرف است؟ ر، ف، یا، ا. چی؟ رفیع. چند حرف؟ چهار حرف. و کلمه سمی یا عین ما بعد از کدام حرف آمده؟ بعد از ا. بعد از ا. بخوانیم با هم. سین، میم، یا، ای. سمی در کدام حرف است؟ دال، ری. در مسجد کدام حرف است؟ میم، سین، جیم، دال. مسجد نماز کدام حرف است؟ نون، میم، الف، زه. نماز را، ری، آ، با، ب، الف. چی میشه؟ با. جماعت، جیم، میم، الف، عین، ت. جماعت میخوانند. میم، یا، خ، واو، الف، نون، باز نون، دال. میخوانند. خب شاگرده عزیز، فهمیدین که چند شکل عین داریم؟ چهار عین. من به طور مثال دو عین برای شما در کلمات کار کردم. یکی عینی که در اول کلمه میاد و عینی که در وسط کلمه میاد. خب دقت کنین، مثل عسل، مثل نعمت. حالا هجا میکنم کلمه عسل. عسل چند بخش است؟ دو بخش. دو بخش است. وقت صدا کشیر کنیم. ا، س، ا، ل. چند حرف شد؟ ا، س، ا، ل. چند حرف شد؟ آفرین. میایم کلمه نعمت. کلمه نعمت براتون هجا میکنم. نعمت. دوباره هجا میکنم. نعمت. وقتی حرف بندیش میکنم، ن، ا، می، ا، ت. چند حرف شد؟ شش حرف شد. آفرین. دوباره همراهی ما تکرار کنیم. ن، ا، می، ا، ت. چند حرف شد؟ شش حرف شد. آفرین. انشالله که کدام مشکل در هجا کردن کلمه نداشته باشین. خب ما کدام در درس امروز ما کدام حرف رو خوانیم؟ حرف عین. حرف عین. عین ما چند شکل داره؟ چهار شکل داره. عینی که اول است در کدام قسمت میاد؟ در اول کلمات میاد. عینی که این شکل داره در کدام؟ در وسط کلمات. این عین ما در آخر کلمه میاد. همیشه چی؟ تنامه باشم. و این کدام شکل است؟ پیمست است در آخر کلمه. همراه با چی؟ حروف. صفحه 98 کتاب تانه بکشین. سه کلمه اول. علاقه، رکو، شعر. علاقه، رکو، شعر. این سه کلمه را بله بله 98 این سه کلمه را همین شکل چی میکنن؟ هجا میکنن، مثل که من هجا کردم. خب کدام مشکل ندارین؟ سوالی، انتقاد، پیشنهاد ندارین؟ تشکر از شما.